جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت بد بشری در افغانستان، وارد شدن تلفات به افراد ملکی در نتیجه عملیات نظامی در فروبه میدان وردک، و یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا به اسلام آباد سفر کرده است. به نام خدا و با عرض سلام، به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. سازمان ملل میگوید که حکومت افغانستان در تغییر وضعیت بشری ناکام مانده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش سال 2017 گفته است که زندگی افراد ملکی افغانستان در جنگ مسئول نیست، آزادی بیان با تهدید مواجه است و مردم در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند. سازمان حقوق بشر افغانستان نیز این گزارش را تایید میکند و میگوید که وضعیت حقوق بشر بدتر از هر وقت است و جناهای درگیر جنگ حقوق بشر را مراعات نمی کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش مفصل را در رابطه با وضعیت بشری در سال گذشته 2017 در افغانستان نشر کرده است. کیت گلمور، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در بخش حقوق بشر، جزئیات این گزارش را در ژنو با اعضای کمیشنری عالی حقوق بشر شریک کرده است. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در تغییر وضعیت بشری ناکام مانده است و در سال 2017 حقوق بشر در افغانستان به گونه یک گسترده نقض شده است. کیت گلمور میگوید که افغان‌ها هنوز هم از حقوق بشریشان محروم هستند. با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان، افغان‌ها هنوز هم در بخش دسترسی به حقوق بشریشان با مشکلات مواجهند. سطح تلفات ملکی در جنگ هنوز هم بلند است که مسئولیت بزرگ آن به گروه‌های مخالف مسلح برمی‌گردد. با وجود تلاش‌های حکومت، جامعه جهانی و سازمان ملل در بخش سال هنوز هم راه حل جستجو نشده است. همچنان حکومت وحدت ملی تعهداتش را در بخش آزادی بیان، وضعیت اقتصادی و حقوق زنان عملی نکرده است. در این گزارش آمده است که آزادی بیان با تهدید مواجه است و افزوده شده است که با وجود تصویب و تایید قانون دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران در بخش به دست آوردن اطلاعات از اداره‌های حکومتی با مشکلات مواجهند. سازمان ملل از حکومت افغانستان خواسته است تا در بخش عملی نمودن تعهداتش و پیشنهادات این سازمان اقدامات جدی و عملی کند. از هر سو ظلم و ستم استبداد و گونه بسیار شنی و شدیدش در افغانستان ادامه دارد که ما شما میبینیم، هم در بخش نظامی، هم در بخش اجتماعی، همه بخش ها، حتی بخش سیاسی، بخش اجتماعی، بخش آزادی های بشری، در هیچ اصول حقوق بشر در افغانستان تا به حال ما ندیدیم. از این خاطر است که حتی چند پیش یکی از کمونیست‌ها ما فراموش کردیم که اعلام کرد که افغانستان یکی از مستبدترین کشورهای جهان معرفی میکنه. خامی روزانه ما شما حداقل در سال 2017 ما شما در حدود 10,000 نفر تلفات داشتیم، هم در بخش نظامی و به خصوص بیشتر از 3,000 از اینا تلفات ملکی بوده. وقتی که دولت نتونه از شهروندای خود حفاظت بکنه، حفاظت امنیتی بکنه و امنیت شهروندای خود تامین کردن نتونه، یقینا خودش یک دولت ناکام است. در این گزارش سازمان ملل آمده است که با استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، جنگ شدت پیدا کرده است و همزمان با آن تعداد تلفات نیز افزایش یافته است. سازمان حقوق بشر افغانستان نیز این گزارش را تایید می‌کند و می‌گوید که وضعیت حقوق بشر بدتر از هر وقت است و جناح‌های درگیر جنگ حقوق بشر را مراعات نمی‌کنند. په دې کې شک نشته دی چې په افغانستان کې حالات ته په کتو باندې سره کم چې لازم و د بشري حقوقو په ساحه کې کار نه دی شوی، په ځانګړي توګه د دولت په کچه باندې. خو د دې عوامل چې کوم دي هغه ډېر واضح دي چې په هیواد بیرته د بحران طرف ته لاړلو، زورواکي او هغه خلک چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي هغه لا په حکومت کې په لوړو چوکیو کې قرار لري. د دې په څنګ کې فقر یو بل عظیم ستونزه ده چې د من خلکو بشري حقوقونه د ګواښ سره مخ کړي دي. همدغه سي د نامنوي په وجه د قانون نه حاکمیت دا ډیره یو لوی لامل دي چې بشري حقوقونه همیشه ګواښي.
سازمان ملل از حکومت افغانستان خواسته است تا برای تامین حقوق بشر کار جدی کند و تعهداتش را در بخش بهبود وضعیت بد اقتصادی مردم و پایان دادن به خشونت علیه زنان عملی نماید. در نتیجه عملیات شبانه در ولایت میدان وردک 4 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این افراد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای خاص بر خانه های مردم در مناطق تنگیدره ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک کشته و زخمی شدند. باشندگان محلی میگویند که در این عملیات خانه های شماری از مردم با استفاده از بمب ها منفجر شده و آنان تمام داشته هایشان را از دست دادند. اینجا در تنگی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، جایی که از چند ماه به این سو در کنار عملیات نظامی شاهد عملیات شبانه نیز است. اما در نتیجه این عملیات نظامی بیشتر از هر کس دیگری افراد ملکی زیاد آسیب دیدند و هر روز خسارات جانی و مالی به آنان وارد می شود. با تازگی نیروهای خاص شب چهارشنبه در منطقه امیر قلعه این ساحه عملیات شبانه انجام دادند که به گفته باشندگان محل در این عملیات 4 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند و نیروهای خاص 5 تن دیگر را نیز با خود بردند. آنان میگویند زمانی که مردم پس از ادای نماز صبح مسجد را ترک می کردند مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه این تلفات به آنون وارد شده است. در خلق خود گیز منزه تطلیلی و جامعه تا آقا خلق در شپی را کش ول گیز پا جامعه که یودان زربی پا جمعت بینا کشول مخلوقی تا باک تقریباً سالور نپر شهیدان و نردادی ولس خلق اکثر زخمیان و کرونه بزادی مظلمان و لنگ کلل خود دیر ظلمون و دیر پا جایی خلق وکل جمعه تا نواتو منزه تا نواتو چی دو خونه برتا نواتو امامون که شهید شما تا پا جمعت که دنه نوشتر شوائی بو هلتا موک شروع واتو دما دو زمان و یو زوام نور دو کلی خالق و زه چه ننواتو جمعتا برتا چی رو واتل ما چی گورو دا پدولیار که پدوغ پایاکو که چی گورو یو نپا تاک ولگدو موک چی دا کمی خوانه ولگدو است آقا شو تاک شو بل ولگدو دا غام زخمی شو چی بل داز باش ولو چی گورو مخاید سو کشتا اسکار چی تا پت دی ولی ما وزایا ها چی گورو چی بل نپا راغلو ها بچارای دیغا تشید که پدوغ زوای که در این عملیات 5 خانه افراد ملکی نیز با استفاده از بمب‌ها ویران شده است. آنان میگویند که نیروهای خاص شب هنگام دروازه های آنان را شکسته، آنان را از خانه هایشان بیرون نموده و خانه هایشان را ویران کردند. دشپی پراته و 2 بجه باندې د خلک راغلل دروازه را ول وزوله. پس دروازه نه راغلل موږ ټول بس لاس په ماشا باندې لاس را باندې وتړل د خوب نه راځکو. بوې تلو مدرسې خواته. څنګه چې دې ځنه بوتللو د څټای کور په سوال وزو. نو سم دا حال د په دې حال باندې و سخته او راغ کوي دا موږ په دې غریبۍ په کاریګرۍ او په هغه باندې د کور جوړ کړای وو ټول اوار کړای دی هیڅ شی نه دی پاتې حتی دره شی نشته چې وی خورو موږ نه طالبانو نه په 2 بجو باندې راغله دروازه یې راول راول وزول دی بین یو له روا بختل به سواله به جواب استر ګره باندې وتړلې وایټ کاوا در بابا وای ټول مدرسې ته آنان میگویند هیچ ربطی به مخالفان مسلح ندارند اما هر روز بر خانه هایشان عملیات می شوند. مردم از حکومت می خواهند تا این گونه عملیات را متوقف سازند. بعد امیر خارا پاقه که یه ملا امام شهید کو جمعتون و کرون رنگ کل شاگل خیلو که جمعت رنگ کو در این مک جذبادی تو پا دو خاطر نده چی در مک مرال زیب تایی خود در اکم حکومت در حکومت موږ بخی نه غواړو داسې پاسې کو پاجر شه د تلسې په مخ کې دهشتګری کو زړه ډېر دې بین له چې دغه درس کال دغه سر کال د شهر شپه په موږ باندې د ظلمونه کیږي ولی د موږ چې غږ څوک نار وي. اما مسئولان محلی در این تنگی را مرکز مهم مخالفان مسلح می خوانند و می گویند که آنان از این منطقه فعالیت هایشان را در ورده کابل و لوگر تنظیم می کنند. قلعه امیر په سیمه کې د قماندان مدثر پر کور چې هلته هدف مشخصه مغه او پیغه پر کور باندې له مرکز څخه چې کوم عملیات امانشي و ترسره شول هغه عملیات پرون تریوی بجو پوری دوام درلوده چې په دغه عملیات په جریان کې 3 نفر د مخالفینو وژل شوي 3 زخمیان دي او 3 نفر ژوند دي نیولې چې هغه مرکز ته انتقال کړي دي. قابل ذکر است که منطقه دره تنگی ولایت میدان وردک در کنار داشتن اهمیت استراتژیک منابع بزرگ سنگهای قیمتی نیز دارد و گفته می شود که طالبان مسلح هر سال از این درک پولهای هنگفت به دست می آورند. در نتیجه حمله هوایی در ولایت فراد و عالم دین کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا می گوید که این حمله در ولسوالی رود زمان رخ داد که عالمان دین
پس از اشتراک در یک مراسم دستاربندی در یک مدرسه به سوی خانه هایشان در حرکت بودند. و این میگوید که موتر حامل آنان در این حمله هدف قرار گرفته است که در نتیجه آن دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. بیش از این وزارت دفاع ملی گفته بود که یک مرکز مهم مخالفان مسلح را در فرا هدف قرار داده است. نظامیان پاکستانی در ولسوالی زازی میدان خوست با این سوی خط دیورند پیشروی کردند. باشندگان محلی و اعضای شورای ملی میگویند که نظامیان پاکستانی در این سوی خط دیورند پوسته های ایجاد کرده است، اما حکومت در برابر آن اقدام نمی کند. اما مسئولان امنیتی خوست میگویند که هیئت را به ساحه فرستاده است تا در این باره معلومات جمع آوری کند و سپس از آن اقدام نماید. اینجا ولسوالی زازی میدان ولایت خوست است که در جوار خط دیورند موقعیت دارد. و این ولسوالی آمده ایم تا شکایات مردم را بررسی کنیم که میگن نظامیان پاکستانی در این سوی خط دیورند پوسته ایجاد کردند. باشندگان این ولسوالی میگن که یک پوسته ی نظامیان پاکستانی به استقامت ساحه میرزاگل به این سوی خط پیشروی کرده است. آنان میگن که از ایجاد این پوسته مدت زیادی سپری میشود، اما حکومت افغانستان تا هنوز در برابر آن اقدام نکرده است. به من کمی خالق دادید پوک و کل چی وسیو و تلویه وی چی مونگ دنون پمرکو مونگ سب خال و کمات رو لالویه وی چی دا به خال تاک دن و مونگ جزا نده تکو. اعضای شورای ولایتی خوست نیز پیشروی نظامیان پاکستانی در برخی ساحات ولسوالی زازی میدان را میپذیرند. آنان میگویند که مردم دیگر در برابر این گونه تجاوزها خسته شدند و حکومت باید در برابر آن اقدام جدی کند. په دې سرحد مسیر کې د پاکستان ګوندې هیواد ده، په ځینې ځایو کې کام زیات ارمخته شوی دی او خلک بار بار دولت نه غوښتنه کړې دی او دوی ته سم عکس العمل ښیلی دی چې خپلې هغه کومې پستې چې دي یا کومه چې دي شوته کې بیا هم دوی تر اوسه پورې شوته نه دي کړي، نو خلکو هغه زغم افسله نور ختم شوی دی. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند که هیئت را به ساحه فرستادند تا این مسئله را از نزدیک بررسی کند. درست پیش از این نیز نظامیان پاکستانی برای پیشروی در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا بر پوسته های نیروهای افغان حمله کرده بودند. د پوستو را مخته کېدل داسې په ظاهري لکه کوم تبلیغات یا خبرې چې اورېدلی کېږي چې دومره را مخته شوي دي هیڅ تثبیت نه شول، ولې بیا هم نن ورځ د اوس زموږ مشترک پلاوی تللی دی هلته چې دغه د خریدې او د جی پی ایس له رویه دقیق هغه تثبیت کړي او گزارش راوړي. انشاءالله وروسته بیا تاسو ته ټول معلومات درسره شریک کړو. این در حالی است که گفته می شود نظامیان پاکستانی در خوست، پکتیا و برخی ولایات دیگر نقاط حاکم را تصرف کرده و در پوسته های مستقر شدند که پیش از این در آن پوسته ها نیروهای آمریکایی مستقر بودند. کمیته والدین مکاتب افغان ترک میگوید حکومت به خاطر تبعید جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به ترکیه با این کشور بر سر انتقال مکاتب افغان ترک معامله کرده است. اعضای این کمیته میگویند حکومت با تسلیمی مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه میخواهد تا جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دوباره به افغانستان بر نگردد. کمیته یا والدین مکاتب افغان ترک امضای توافقنامه انتقال مکاتب افغان را روی کاغذ میخواند و از حکومت میخواهند که از این تصمیم دست بکشد. وزارت معارف توافقنامه انتقال مکاتب افغان ترک را در اوج نارضایتی های والدین مکاتب افغان ترک با بنیاد معارف ترکیه چند پیش به امضا رسانید. کمیته والدین مکاتب افغان ترک این اقدام حکومت را معامله تبعید جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری با جانب ترکیه بر سر تسلیمی مکاتب افغان ترک میخواند. اعضای این کمیته در این نشست میگویند که حکومت با تسلیمی مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه میخواهد تا جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دوباره به افغانستان برنگردد. اصلی معامله حکومت با جانب ترکیه بحث معاون اول ریاست جمهور است و دوستم است، بسیار مشخص است. به خاطر این را تاکید می‌کنم و آمده این معامله را دست ما انجام بده.
کمیته والدین مکاتب افغان ترک دلیل استادگیشان را در برابر تسلیمی مکاتب افغان ترک از بین رفتن کیفیت تعلیم این مکاتب عنوان میکنند و از حکومت میخواهند که از این تصمیمش دست بکشد. اعضای کمیته والدین مکاتب افغان ترک امضای توافقنامه تسلیمی مکاتب افغان ترک را روی کاغذ میخواند و ادعا میکنند که حکومت پس از امضای توافقنامه انتقال مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه 3 میلیون دلار به دست آورده است. آیا قبل از اینکه امین مدتایی ما بردان شود ادی اقل یک میلیون دلار رو به معارف افغانستان دوام میکردیم؟ مشکل از دست دادن فجایی که برای ما گفته میشه که از این آوره و اون تثبیت است که از دست دادن یک امکانات بسیار مقبول و بسیار عمیق و بسیار بسیار بلند تعلیمی برای اولاد خود و بر نسل آینده کشوره. حکومت ترکیه پس از کودتای نافرجام در ترکیه تصمیم انتقال مکاتب افغان ترک را گرفته است، زیرا این مکاتب از سوی فتح الله گلن چهره مخالف سیاسی حکومت این کشور رهبری می شود. فرد که بعد سازماندهی این کودتا متهم است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به خاطر قربانیان حادثه آتش سوزی در روسیه با مردم این کشور ابراز همدردی کرد. کرزی روز پنجشنبه به سفارت روسیه در کابل رفت و مراتب تسلیت و همدردیش را با این کشور ابراز کرد و این مراتب تسلیتش را در کتابی که به همین منظور در سفارت روسیه گذاشته شده بود تحریر کرد. قابل ذکر است که چند روز قبل در نتیجه آتش سوزی در یک ساختمان در شهر کمروف و سایبریای روسیه 64 تن که بیشتر آنان کودکان بودند کشته شدند. با سپری شدن 3 سال تا اکنون سیستم شفاف برای جمع‌آوری مالیه مخابراتی ایجاد نشده است. کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانجرگه می گوید با گذشت 5 ماه از تعهد وزارت مخابرات و مالیه سپری می شود، اما تا اکنون آماده سوزی این سیستم در مراحل تدارکاتی قرار دارد. در همین حال دیدبان شفافیت می گوید حکومت با این اقدامش به جای خودکفایی اقتصادی زمینه ی فساد را برای شرکت های مخابرات نیز باز کرده است. حکومت افغانستان در ماه میزان سال 1394 10% مسئول مخابراتی را بر تلفن‌های همراه برای خودکفایی اقتصادی وضع کرد. در حالی که از وضع این مالیه بیشتر از 3 سال سپری می شود، تا اکنون سیستمی که بتواند این مالیه را به گونه شفاف جمع‌آوری کند فعال نشده است. پس از رد فرمان رئیس جمهور از سوی ولیس جرگه و تایید آن از سوی مشران جرگه، حکومت تعهد کرده بود که در میان 4 ماه سیستم جمع‌آوری پول را به گونه شفاف فعال خواهند کرد. اما کمیسیون مواصلات و مخابرات مشران جرگه میگوید که با گذشت این مدت هنوز هم سیستم جمع‌آوری پول 10% مسئول مخابراتی فعال نشده است. پروسته که دیو بیا وزیر ده مخابرات و زن مسئولین من سر واده وکلا چه ده سالور میاشتو نه هایی شپگ میاشت بجیرین که ده سیستم منگ فعلا و ده سیستم بفعالی تا سیستم منگ تعهد درکو ده آغین ندی خواهد تکلیم انزمی 15 میاشت تیریگی چه منگ سر دیو تعهد کرده خوز چه منگ ام و مسئولین من راگوخ دیو نه وزیر ده مخابرات و نه وزیر ده مالیه و دیو نه راگلی چه بده موضوع بانی منگ لوزاد رگی خو آغا مسئولین چه کم راگلی ده دیو نمندگان چه کم راگلی آغا نمچه معلومات وکلا آغی وجه ده آغا موضوع میری ده دارکاتو که ده و ده دارکاتی دغه مخ په ختمېدو باندې په نږدې وخت کې یو برند به اساس ارقام وزارت مخابرات در جریان 1 سال 4 میلیارد افغانی از این طریق به دست آمده است. گفته می شود که از میان 22 میلیون سیم کارت فعال تنها 8 میلیون آن ثبت شدند و 14 میلیون دیگر آن غیر راجستر است که پول 10% مالیان بالغ به میلیاردها افغانی می شود به جیب شرکت های مخابراتی هنوز هم می ریزد. دیدبان شفافیت میگوید که این پول به دور از هر گونه شفافیت با اقدام حکومت به خاطر خودکفایی اقتصادی برداشته از مردم جمع آوری می شود که راه را برای فساد به شرکت های مخابراتی باز کرده است. رسوب بوری یا شفاف سیستم را مسته شوی نید دقا محصول وزه کول ظلم ده پا افغانانو بنده ده فساد ده زمین سازی ده او حکومت یوازه ده خپل عواید ده الوڑاولو ده پاره باید داسې لارو نه باید کار وانخلي چې هغه خپله فساد ته زمینه برابره کړي. متاسفانه چې د حکومت د بې کفایتۍ له وجې نه
کرونه کیږي چې تدارکاتی پروسه دروسه پرې پر مخ نه تله. هرچند مسئولان وزارت مخابرات از پیشرفت فعال سازی سیستم 10% محصول مخابراتی جزئیات نمیدهد، اما مسئولان این وزارت در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات مشران جرگه به روز یک شنبه فراخوانده شده بودند، گفتند که سیستم جمع‌آوری 10% محصول مخابراتی در کمیسیون تدارکات در مراحل خریداری قرار دارد و یک شرکت مشخص شده تا این سیستم را آماده کند. حزب کنگره ملی میگوید که امریکا مسئول جنگ جاری در افغانستان است. رئیس این حزب با اشاره به نشست اخیر تاشکند میگوید که این نشست هیچ ربطی به صلح افغانستان نداشت و امریکا از این گونه نشست ها به نفع خود استفاده می کند. حزب کنگره ملی می گوید که معامله اخیر میان عطا محمد نور و حکومت تنها به خاطر منافع شخصی صورت گرفته است و منافع ملی در این معامله در نظر گرفته نشده است. در حالی که اخیراً پس از نشست پروسه کابل در رابطه با صلح افغانستان، نشست تاشکند نیز برگزار گردید، اما حزب کنگره ملی میگوید که این گونه نشست ها هیچ تأثیری بر صلح افغانستان داشته نمیتواند. به گفته این حزب، امریکا مسئول جنگ جاری در افغانستان است و نشست تاشکند را نیز ایالات متحده به خاطر اهداف منطقویش برگزار کرده بود. این حزب میگوید که اگر امریکا خواهان صلح است، پس باید به عوض این گونه حرکت های نمایشی اراده جدیش را ثابت کند. هدف اساسی کنفرانس با توجه به شرکت کنندگان یک مسئله است، یک مسئله خیلی مهم کنفرانس این است که آمریکایی ها و ویژه قدرت هایی که افغانستان در اختیارشان هست، کشورهای آسیای مرکزی را به اضافه هند در مسیر دفاع از موازی خودشان بکشانند برای دفاع از طرحهایی که در افغانستان دارد. این کنفرانس به طریق اولا اعلام نشده نوی اعلام موزه و به چالش کشیدن روسیه، چین، پاکستان و ایران هم هست. اعضای این حزب با اشاره به معامله اخیر میان رئیس جمهور غنی و عطا محمد نور میگویند این معامله که ظاهراً پر از مخالفت ها بود به خاطر منافع شخصی دو طرف صورت گرفته است. این حزب برخی از جریان های سیاسی را نیز متهم میکند که ظاهراً با حکومت مخالفت میکنند، اما در واقع حکومت از این جریان های سیاسی به خاطر اهداف سیاسیش استفاده میکند. برخی از جریان هایی که در دولت هستن هم افقن با این دولت، اینا در طول هم نیستن که شما انتظار داشته باشین اینا که دیگر را نفی میکنن. جریان مزار نمیتونه جریان غنی را نفی بکنه، اینا هم افقن. بنابراین امکان نداشت مسئله مزار با تقابل با این حکومت به انجام، او تقابل نبود، خواسته بسه مشخص بود ولایت وزارت اکشان در سفر. اینا فرق دارن با تحقیق، فرق دارن با مبارزه سیاسی. حزب کنگره ملی با آن طرح ابراز مخالفت کرد که بر اساس آن برخی از ساحات در جنوب کشور به طالبان مثلث سپرده شود و این طرح را به معنی تجزیه افغانستان خواند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می‌گردد، با ما باشید. باز هم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. کره جنوبی و کره شمالی تاریخ ملاقات رهبران دو کشور را اعلام کردند. مقام های بلندپایه این دو کشور در نشست توافق کردند که رهبران هر دو کشور به تاریخ 27 اپریل با هم ملاقات کنند. چین، امریکا، ژاپن و چند کشور دیگر از این پیشرفت استقبال کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که رهبر کره شمالی در ملاقاتش با رئیس جمهور چین پذیرفته است که از سلاح‌های اتمی دست بردارد و وی حاضر است که مطابق با پلان با وی ملاقات کند. یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره با پاکستان در رابطه با مبارزه بر ضد تروریسم به اسلام آباد سفر کرده است. ویلز، رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر گفتگو در رابطه با مبارزه بر ضد تروریسم با مقام‌های پاکستانی، در مورد استراتژی آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی نیز گفتگو خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی در حال به پاکستان سفر می‌کنند که
رابط میره واشنگتن و اسلام آباد به دلیل مبارزه کم رنگ اسلام آباد بر ضد تروریسم تیره شده است و به همین دلیل واشنگتن صدها میلیون دلار کمکش را با پاکستان به تعلیق درآورده است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال تعلیم دختران دوباره به پاکستان برگشته است. این نخستین بار است که ملاله پس از زخمی شدن در نتیجه حمله طالبان موصله در سال 2012 به پاکستان برمیگردد. وی روز پنجشنبه با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم این کشور در اسلام آباد ملاقات کرد. صدها تن از پاکستانی ها و باشندگان آن سوی خط دیورند از ملاله یوسفزای استقبال کردند و از وی خواستند که در پاکستان باقی بماند. ملاله یوسفزای در حال به پاکستان برمیگردد که گردهمایی های گسترده ی تحریک نجات پشتون ها از ظلم اردوی پاکستان جریان دارد. یک قاضی در ایالات متحده ای امریکا خواست عربستان سعودی مبنی بر بستن دوسیه بر ضد ریاض در پیوند به حملات 11 سپتامبر را رد کرد. این قاضی گفته است که بر اساس قانون تطبیق عدالت بر حامیان تروریسم شواهد کافی وجود دارد که در رابطه با این رویداد بر ضد عربستان سعودی بررسی صورت گیرد. ریاض دخالتش در رویداد 11 سپتامبر که در آن بیشتر از 3000 تن کشته شدند را رد می کند. اداره های قضایی امریکا از عربستان سعودی می خواهند تا به قربانیان رویداد 11 سپتامبر صدها میلیون دلار غرامت بپردازد. سپاس از همراهیتان به اخبار این ساعت. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.